سلام، سلام به شما عزیزان، هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن، همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. کشتند گزمه های جمهوری اسلامی، کشتند جوانان وطن رو. بسیاری از جوانان وطن در آبان ماه گذشته نیز به ضرب گلوله گزمه‌های حکومت فقیه کشته شدند، همچنان که سالیان پیش چه در خیابان‌ها و چه در زندان‌های جمهوری اسلامی. و اکنون آماری ارائه می‌دهند سراسر کذب و دروغ، چه در مجلس حکومتی گرفته و چه در دولت فقیه. کشتند، بسیاری از جوانان وطن رو کشتند و بسیاری از جوانان وطن رو به زندان انداختند. اما آیا حقیقت همیشه پنهان خواهد بود؟ آیا حقیقت زیر عبای حکومت فقیه از دیدگان تاریخ پنهان خواهد ماند؟ جنبش عدالت خواهی، خواستار مجازات، شناسایی و مجازات همه کسانی است که در قتل جوانان ایرانی در آبان ماه گذشته دست داشتند. پویا بختیاری در میان همه ایرانیان است، در میان تاریخ ایران، در دل ایران، همه دلهایی که برای آبادی و سرفرازی ایران میتپند، همه آنان که کشته شدند فرزندان کسانی هستند، پدران و مادرانی که اکنون به داغ دلی که دارند روزگار میگذرانند. جنبش عدالت خواهی که پدر پویا بختیاری نازنین آغاز کننده آن است، میتواند راهی باشد به سوی عدالتی که ایرانیان خواستار آن هستند، میتواند راهی باشد به سوی فردایی بهتر برای مردم ایران که در آن جوانان ایرانی به خاطر ابراز عقاید و خواستهای خود هدف گلوله های حکومت، هر نوع حکومتی که بوده و هست و خواهد بود، قرار نگیرند. با من و شما هستند در تهران آقای منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری عزیز، که همچنان صدای پویا، صدای بیش از 1000 کشته شده در آبان ماه گذشته است، صدایی که همچنان در زیر آسمان ایران تنین انداز است و پژواک و بازتاب آن رو از زبان جوانانی دیگر میشنویم. با شما خواهیم بود در ادامه تفسیر خبر. مردم این فرصت رو از دست ندین، یک بار برای همیشه این رژیم تبهکار و فاسد رو که 40 سال مردم کشور عزیز ایران رو بدبخت کرده برای یک بار از بین ببریم. اینم یه غروب خیلی خوشگل با امید یه طلوعی بهتر برای مردم ایران. همه اومدن بیرون، دم همگی گرم. منم پسر کسی هستم، میدونی اومدم اینجا جونم رو خطر گذاشتم. مادر و پدر و شما هم بچه هاتون رو بگیم بیان بیرون، همه تون گرم که حکومت عوض شد دیگه. ایران ایدئال از نظر من ایرانیه که تو اون دین و مذهب دخالتی توی سیاست نداشته باشه و ما دارای یک جامعه کاملا سکولار و دموکرات مثل اکثر کشورهای پیشرفته و جهان اول دنیا داشته باشیم.
ایران ایدئال مد نظر من جایی که تون حقوق بشر رعایت میشه و زندگی شخصی و اجتماعی مردم در چارچوب یک قانون اساسی بین المللی گارانتی میشه. ایران ایدئال مد نظر من جایی است که با وجود منابع سرشار طبیعی و غیر طبیعی و نیروی انسانی فراوانی که این کشور داره، زندگی شهروندانش رو به بالاترین سطح خودش ببره و همه مردم این کشور از هر قومیت و نژاد و طرز تفکر و مذهبی زیر سایه یک پرچم واحد که هویت همه ما ایرانیاست در امنیت و آرامش کامل زندگی کنند. صدای همیشه جاودان پویا بختیاری بود و پس از او خانم مریم سامغانی گرامی در گفتگو با تفسیر خبر. خانم مریم سامغانی به زندان فراخوانده شده مانند جوانان دیگری که به زندان فراخوانده شدند. چه میخواست؟ خواست او بسیار روشن هست و خواستی بسیار خیرخواهانه برای ایران و مردم ایران، همچنان که علی خردگرای عزیز، علی خردگرای عزیز و بسیاری دیگه از جوانان که به زندان فرستاده شدند. به اتفاق بینندگان عزیز به شما خوش آمد میگیم. آقای منوچهر بختیاری در تهران. درود میفرستم خدمت همه هموطنان عزیز در سراسر گیتی و شما جاب جلیم. آقای بختیاری گرامی، آیا واقعا اونطور که حکومت آمده و اعلام کرده، آماری که منتشر کرده، شما به عنوان پدر پویا یکی از کشته شدگان آبان ماه، در برابر این آماری که حکومت منتشر کرده، چه مجلس حکومتی چه وزیر کشور در جمهوری اسلامی، به ما چه خواهید گفت؟ این آمار چه هست؟ خدمت رو عرض کنم که جاب چلنگی، امروز مردم در حال شورش و قیام هست. حکومت از ما، از مردم ایران میترسه و به خاطر همین شورش و قیام مردم خواه ناخواه اینا اعلام خواهند کرد. یک روز اعلام کردن که ما کسی رو نکشتیم، بعد اعلام کردن 125 نفر کشتن. امروز وزیر کشور اعلام میکنه که 225 نفر کشتن. خدمت عرض کنم که اینا در آبان ماه 5000 خانواده رو داغدار کردن، 5000 خانواده رو خدمت عرض کنم عزادار کردن، فرزندانشون رو ازشون گرفتن، مغزاشون رو متلاشی کردن، قلباشون رو سوراخ کردن. و من اعلام میکنم به وزیر کشور که وقتی شما اعلام میکنی که 225 نفر کشتید، باید بیایید اسامی اینها رو منتشر بکنید. ملت ما منتظر اعلام اسامی جان باختگان هستن. از این جان باختگان چند نفر بانو هستن، خانم هستن، چند نفر خدمت رو عرض کنم که آقا هستن، جوون هستن، پیرمرد هستن. بیاید اعلام بکنید، تفکیک بکنید. ما از شما میخوایم، ملت ما از شما میخواد که بیاید وقتی اعتراف میکنید که 225 نفر در اثر سلاح‌های سازمانی کشته شده، باید بیاید اسامیشو اعلام بکنید که اینا کیا هستن، تا مشخص بشه شما 225 نفر نکشتید، شما 5000 نفر کشتید. اسامی بسیاری بسیاری منتشر شده و قطعا این کارو حکومت جمهوری اسلامی هرگز نخواهد کرد که اسامی همه قربانیان رو
اعلام کنه. من اسامی بسیاری دارم، از احمد بشارت عزیز روانشون شاد، امیر عسکری، احمد اعلام مشخص میشه، مشخص میشه که اینا دروغ میگن. خب یک نکته‌ای که قابل اعتمادتر، یعنی حکومت جمهوری اسلامی ممکنه مثلا بیاد اسامی تعدادی رو هم منتشر کنه، تعدادی از قربانیان، کسان، عزیزان مردم ایران رو، و بگه بیش از این اسامی که هست دیگه ما قبول نداریم، اینها به دلایل دیگه کشته شدن یا فوت کردن. اینها از این کارها بسیار کردن، کمان که اسامی کشته شدگان زندان‌های 67 هنوز منتشر نکردن، اعلام نکردن، با اینکه افتخار کردن به کشتار زندانیان سیاسی ولی اسامی رو منتشر نکردن. و یکی از دستاندرکاران این کشتار سیاسی آمده و نظر داده راجع به اوضاع آمریکا، که میرسیم به اون نکته. ولی آیا جنبش دادخواهی که شما بنیانگذارش هستید، آیا بهتر نیست که در پاسخ به این جنبش یک هیئت بین المللی بیاد درها رو باز کنن، بیاد در اونجا رسیدگی کنه به این موضوع برای انتشار آمار دقیق و درست؟ ما درخواست کردیم از سازمان ملل که خدمت رو عرض کنم که بیان بررسی بکنن، بیان از حکومت ملاها بخوان. ما خانواده های زیادی با بنده تماس گرفتن، خدمت عرض کنم اعلام آمادگی کردن، اعلام شکایت کردن، من اسامیشون رو به سازمان ملل دادم. نامه وقتی نوشتیم در اسامی کشته شده ها که خانواده هایی که اعلام اومدن اعلام کردن، من اسامیشون رو دادم به سازمان ملل. بله، در جنبش دادخواهی که شما بنیانگذارش هستین این خاص رو مطرح کرده، آیا جمهوری اسلامی چنانچه مطمئن هست چرا درها رو باز نمی کنه؟ بیان رسیدگی کنن، گفتگو کنن با خانواده های قربانیان، و آیا جنبش دادخواهی در... بفرمایید. اینا هم از خودشون می ترسن. اینا وقتی بیان اعلام بکنن که ما اینقدر نفر مردم ایران رو کشتیم، اینا چون اعلام می کنن که ما نکشتیم، اینا خودشون رو تبرئه می کنن. حتی زمانی که بندر بازداشت کرده بودن می گفتن که پویا رو ما نکشتیم، پویا رو کسی دیگه کشته. گفتم شما پویا رو خود نظام کشته. همه این جانباختگانی که در آبان ماه در سالهای پیش در طول این 41 سال شما هزاران نفر کشتید، همه رو جمهوری اسلامی، همه رو مزدوران جمهوری اسلامی، مامورای جمهوری اسلامی به دستور رهبر جمهوری اسلامی کشته شده. جنبش دادخواهی شما قربانیان آبان ماه سال گذشته، آیا قصد ندارن جنبش های دیگری هم هست، مثل قربانیان هواپیمای اوکراینی، خانواده های اون عزیزان هم خواستار دادخواهی بین المللی شدن، آیا تماسی، آیا در صدد نیستید که با هم مطالباتتون رو پیش ببرید؟ من اعلام کردم این دادخواهی که جنبش دادخواهی که من اعلام کردم جنبش دادخواهی ملیه، فقط برای پویای من نیست، برای جانباختگان خدمت از کم آبان ما نیست، برای جانباختگانی که در طول 41 سال خانواده هایی که فرزندانشون رو رژیم جمهوری اسلامی ازشون گرفته، برای همه است. یعنی دادخواهی ایرانه، دادخواهی خدمت از کنم که اقوام کل ایرانه، از کرد و لور و بلوچ و عرب و خدمت از کنم ترکمن و فارس و همه اقوام ایرانی، چون نظام جمهوری اسلامی از همه اقوام ایرانی خدمت عرض کنم در طول این 41 سال به قتل رسونده، زندان کرده. این دادخواهی همه ملت ایران، چون به همه ملت ایران ظلم شده، نه تنها خانواده های جان باختگان، به همه ملت ایران، متعلق به همه ملت، به هیچ گروه خاصی تعلق نداری، و همه ملت ایران، برای همه ملت ایران، برای دادخواهی همه ملت ایران من تقاضا کردم این دادخواهی را انداختیم که همه بیان شرکت کنن. کسی نمیتونه، یعنی همه... بگه مال من.
یعنی تمام گروه های سیاسی هم از چپ، راست، میانه، هر با هر عقیده و افکاری که دارن، کسانی که در زندان ها کشته شدن زیر شکنجه، جنبش ملی هست بدون جنبش دادخواهی به مجازات رساندن قاتلین و آمرینه. اینجا بحث که مال من، مال اون، مال این و اون نیست، مال همه است، مال ایرانه، دادخواهی ایرانه، نجات ایرانه، آزادی ایرانه. و حتی چنانچه هم خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی هم بخوان به پیوندن درها باز هست میکنه. حتی خدمت عرض کنم که خانواده های شهدای جنگ تحمیلی، چون خدمت عرض کنم که اینا گول زدن جنگ تحمیلی و نظام جمهوری اسلامی را انداخت. خدمت عرض کنم که همکارای ما بچه های ما رو کشتن، رژیم صدام کشت، حتی اونا میتونن شرکت کنن. کشتی خدمت رو عرض کنم که نافچه کنارک، خانواده نافچه کنارک، هواپیمای اوکراینی، خدمت رو عرض کنم که همه متعلق به کل ایران دادخواهی. و این دادخواهی همونطور که آقای بختیاری اشاره میکنن، استنباط من این هست و احتمالا شما عزیزان بینندگان، که جنبه ملی داره، جنبه ایدئولوژیک نداره، جنبه تلاش برای تأمین ابتدایی ترین حقوق انسانها داره، ابراز عقیده، خواسته ها برای داشتن کشوری بهتر، فارغ از هر نوع عقیده ای که هست میتونن به این جنبش بپیوندن. یعنی شما عملا دعوت میکنید از تمام کسانی که عزیزانشون در این 41 ساله کشته شدن توسط جمهوری اسلامی به شما بپیوندن، درسته؟ این دادخواهی، دادخواهی همبستگی، دادخواهی اتحاد ملت ایران در برابر رژیمی که به همه زور میگه، به تمام دنیا زور میگه. این دادخواهی، دادخواهی همبستگی و اتحاد وحدت ملت ایران. و به چه آدرسی میتونن مراجعه کنن؟ شما نشانی، ایمیلی اگر هست در در اینستاگرام هست، خدمت عرض کنم که در توییتر هست، در سایت هم داریم، سایت دادخواهی، خدمت عرض کنم میتونن مراجعه بکنن، امضا بکنن، شرکت کنن. از همه اقوام ایرانی، ملت عزیزمون، میخوام از همه گروه ها، دسته ها، احزاب، همه، این دادخواهی متعلق به همه است، همه باید شرکت بکنن تا بتونیم انشاءالله این آمرین و قاتلین رو به مجازات برسونیم. بله، همونطور که میبینید نشونه هایی که هست، میتونید به آقای بختیاری شرکت میتونید بپیوندید به این جنبش همبستگی ملی دادخواهی که عنوان دقیق‌ترش رو آقای بختیاری اشاره کرد. آقای بختیاری، خانواده های قربانیان در درجه نخست، در قربانیان آبان ماه، من اشاره میکنم در تمام شهرهای بزرگ ایران و شهرهای کوچک ایران هستند، از اصفهان تا اهواز، سنندج و گنبد و جاهای مختلف هست، در کرج، بهرام احسانی، بیتا خدادادی، پارسا و در لو، ابراهیم مهدیپور، اصفهان، آرشام ابراهیمی، ایوب بهرامیان و بسیاری دیگر، بهزاد معینی‌فر، سعید ترکان، سنندج، احمد رضا محمدی، رضا صادقی، سوران محمدی، علی جواهری، محمد رضا احمدی، مسعود امینی، اهواز، اصغر حق طلب، حسن رحیمی، حمید آوی، حمزه باوی و در ماهشهر احمد بشارت، شهاب تهاوی، بسیاری از دختران ایران هستند، دختران نازنین ایران. در شوشتر هم کشته شدگان بسیاری داشتیم، علی کعبی، عده کعبی، عارف دلفی، کرمانشاه، آرمین قادری، اسامی بسیار بسیار هست و حتی خدمت جناب چالنگی، افرادی که در طی این 41 سال خدمت از کم توسط نیروهای جمهوری اسلامی
تو این راهپیمایی ها شرکت کردن، بعد دستشون قطع شده، پاشون از دست دادن، چششون از دست دادن، خانواده هایی که جانباز هستن که کسی تا حالا ازشون یادی نکرده. ما خدمت عرض کنم دادخواهی اینا رو هم خواهیم کرد. من بهشون اعلام کردم، بیشتر خانواده ها با من تماس گرفتن که تو همین آبان ما خانواده ای هست که یکی از پسراشو به قتل رسوندن، برادر دیگرشو خدمت عرض کنم که پاش قتل کردن. خانواده ای هست که چشمشو کور کردن. این خانواده هم هستن، باید از اینا هم یاد بکنیم. اینا هم خدمت عرض کنم که همشون آماده دادخواهی هستن. و شما این دادخواهی از خدمات یا پیوستن وکلایی هم برخوردار هست یا در آینده برخوردار خواهد بود؟ وکیلان دادگستری چه در داخل ایران چه در خارج؟ بله، خدمت رو عرض کنم که خارج از ایران آقای کاوه موسوی هستن، خدمت رو عرض کنم که خانم دلجویی هستن، دارن ادامه میدن، پیگیری دارن میکنن. خدمت رو عرض کنم که نامه نوشتن به سازمان ملل، به مجامع بین‌المللی و به دادگاه حقوق بشر. خدمت رو عرض کنم داریم پیگیری میکنیم. بله. و خود خانواده های قربانیان آبان ماه، شما اشاره کردید با شما در تماس هستن، ولی ما علت چه هست که حضور چندانی نمیبینیم از خانواده های داغدار آبان ماه در رسانه ها، خارج از رسانه ها؟ چرا؟ چلنگی، نیروهای جمهوری اسلامی تهدید میکنن خانواده ها رو. خدمت رو عرض کنم که الان خانواده فرزاد انصاری فر وقتی همشیرشون اومدن اعلام دادخواهی کردن، شبانه خدمت از کام ریختن منزلشون، منزل فرزانه انصاری فر به صاحب خواهر فرزاد انصاری فر رو آتیش زدن. مردم یه مقدار میترسن، ولی این ترس ریخته. همه خدمت از کام به من اعلام میکنن شما از طرف ما وکیل هستید، حرف ما رو بزنید و دادخواهی 100% خواهند کرد. ما روز گذشته با یک جوان ایرانی گفتگو داشتیم در تفسیر خبر با آقای پرهیزکار گرامی، در همین مورد اتفاقا سخنی ایشون گفت، همایون عزیز، همایون پرهیزکار، که مایل هستم با هم بشنویم. سخن این که بیش از 1500 خانواده هست که درگیر، خانواده مستقیم بلافاصله که درگیر فاجعه آبان ماه گذشته هستن. آیا این حکومت میتونه همه این افراد خانواده ها رو به زندان ببره؟ سخن همایون عزیز رو با هم میشنویم. از نظر من فقط بهشون میگم برای خودتون هم که شده تموم کنید این بازیه، حالا بریم جلو ببینیم چی میشه رو. برای یک بار هم که شده پرسشگری کنید، یک بار هم که شده بابا نداریم بخوریم دیگه، بذار خیلی خودمونی بگم، نداریم بخوریم، بذاریم یه ماما رو ببرن اوین، حداقل خرجمون رو یه ما اونا ببینیم میبرن. آقا 5 میلیون یه سال بریم اوین، خرجمونو اونا بده. ببینیم میکنه؟ این حکومت یک ماه نتونست یک شهر رو قرنطینه بکنه. فقط و فقط به این دلیل که ارزه ندارن حتی بتونن یک شهر رو یک ماه ساپورت بکنن. ندارن این ارزه. سپاس بسیار. بیایید با هم بریم. من میگم بیایید با هم بریم. آقای بختیاری عزیز، شنیدید همایون گرامی هست که فرا خوانده شده بره به زندان به خاطر اینکه خواستی که داشته
اینی که جوانان آینده باید داشته باشن روشن در مملکت مثل ایران، همون خواسته پویای عزیز، همون خواسته نکتا اسفندانی و هزاران جوان دیگر که طی این سالها کشته شدن، میلیون ها جوان ایرانی. واقعا اگر این اتفاق بیفته، ابراز حضور بشه، آیا حکومت توانایی به زندان فرستادن هزاران هزار نفر رو طور همزمان داره؟ ملت الان اونایی که زندان هستن، خدمت عرض کنم که زندان ها رو خود زندانی اداره میکنه، جمهوری اسلامی پولش نمیده. مگر میتواند ملتی که 80 میلیون جمعیت داره بیان خدمت عرض کنم تو خیابون، رژیم جمهوری اسلامی کاری نمیتونه بکنه. همه ملت باید، من ببین جاب چالنگی، پرچم شیر و خورشید سرنگ ایران رو در دست گرفتم، چون در عرض این 6 ماه احساس کردم که جمهوری اسلامی در طول این 41 سال با از بین بردن پرچم شیر و خورشید و جایگزین کردن پرچم ساختگی خودش، خواست اون همبستگی و اتحاد ملت ایران از بین ببرید، خواست فرهنگ و تاریخ ایران از بین ببرید. من به خاطر همین مسئله که وقتی دیدم اتحادی وجود نداره، پرچم سرنگ و سرنگ شیر و خورشید رو به اهتزاز در آوردم که همه اختلافات کنار بذارن، باورهای سیاسیشون کنار بذارن، تحت پوشش این پرچم همه با هم همبستگی داشته باشن، اتحاد داشته باشن تا بتونن حرفشون رو بزنن، دادخواهی بکنن. به خاطر همین پرچم شیر و خورشید ایرانو به اهتزاز در آوردم که همه تحت پوشش یک پرچم باشن، یک ملت یک پرچم. بله، همونطور که اشاره کردن، همبستگی در جهتی معین، همبستگی فارغ از هر نوع عقیده و اعتقاد سیاسی که هست، که اعتقاد سیاسی راهی است برای اداره مملکت، هر کسی ممکن راه خودش رو پیشنهاد کنه بحث دیگری است، ولی در جایی که کل بهبودی و بهروزی مملکت هست و کشور و مردمان هست، خب میشه به توافق رسید. سخن آقای بختیاری. اما آقای بختیاری عزیز، برگرده به همون موضوع که اشاره کردید شما، آیا حکومت این قدرتی رو که داره، مثل همه حکومت‌های دیکتاتوری، پایه اساسیش ترس و نگرانی، ترس مردم نیست؟ وگرنه قدرت اونقدر نداره که بتونه مثلا هزاران نفر رو به طور همزمان به زندان بفرسته؟ یا از شما میشنویم، آیا این ترس خودش قدرت نمیده به حکومت سکوت در مواردی که البته نیست سکوت هم به شکلی؟ بفرمایید. سکوت نیست وقتی، خدمت رو عرض کنم که برنامه نیست. متاسفانه مملکت ما لیدر نداری، رهبر نداری، گروه ها همه با هم نیستن. وقتی همه با هم باشن، ملت تحت پوشش یک رهبر، یک لیدر، خدمت عرض کنم که به خیابون ها خواهند ریخت و دادخواهی خواهند کرد. خب رهبر که میفرمایید، رهبر بالاخره در طول تاریخ همیشه چنین بوده، کسانی هستن خب ادعای رهبری یا دایه رهبری دارن، این هست، و بسیاری از جاهام رهبری از درون خود مردم به وجود اومد. خود شما الان دارید یک جریان هدایت میکنید، بسیاری در زندان هستن، حالا با هر راه و روشی که دارن، بسیاری از خود جوانان، آیا مردم خودشون نمیتونن نوعی رهبری به وجود بیارن و بعد در موقع مناسب از میون خود کسی رو یا کسی رو انتخاب کنن؟ علی خردگرا مثلا، خانم مریم سامغانی و بسیاری دیگه از جوانان و کسانی که در زندان ها هستن و نیستن. مردم باید امروز، خدمت عرض کنم که، دادخواه باشن، همه بیان اعتراض بکنن که چرا. شما ببین
امروز در آمریکا یک نفر کشته شده، همه ملت تو خیابون‌ها هستن، اومدن دادخواهی میکنن که چرا این یک نفر کشته شده. ولی متاسفانه در آبان ماه ما، آبان 98، 5000 نفر کشته شدن، مردم به خیابان‌ها نیومدن. باید یاد بگیرن همه تو خیابون‌ها بیان خدمت عرض کنم، اعتراض کنن تا رژیم و تا سران جمهوری اسلامی و به مجازات برسونه. باید یک دل و هم فکر باشن، باید همبستگی ایجاد بشه، باید اتحاد داشته باشه. نکته‌ای رو که اشاره کردن و تأکید همبستگی هست و در جریان روند دادخواهی ها هست، مطالبات هست که میشه به سوی آینده ای رفت، رهبرانی رو برگزید و سرانجام رهبری به عنوان تشکلی یا هر چه که هست و کشوری رو ساخت، مثل بسیاری از کشورهای دیگه که از درون جریانات سیاسی و روز به هر حال مطالبات مردم ایران بر مطالبات مردم کشورها برجسته شد. بسیاری هستند بالقوه میتونن سهیم باشن در رهبری کشور، از علی خردگرا گرفته، علی خردگرای عزیز و جوانان بسیار دیگر، همه اونها که آرزوی ایرانی بهتر دارن، همه اونها که چون پویا بختیاری از چپ و راست و کمونیست و فدایی و مجاهد و خدمت از کم جمهوری خواه و سلطنت طلب، همه باید اون باورهای سیاسیشونه که کنار بذارن، فقط به فکر ایران باشن، فقط دادخواه باشن، همه کنار هم. خدمت عرض کنم که بعد از نجات ایران بعد میتونن، خدمت عرض کنم که عقیده خودشون رو مطرح بکنن و مردم بیان رأی بدن. امروز فقط ایران مطرحه، فقط نجات ایران، دادخواهی ایران، دادخواهی ایران و دادخواهی فرزندان ایران. گفتگو میکنیم با آقای منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری گرامی، در زمانی که همچنان جوانان ایرانی به زندان فرستاده شدند به خاطر مطالباتی که برای مردم ایران دارند و آینده ایران، نسل‌های آینده. کسانی مانند علی خردگرای عزیز، مریم شامغانی رو به زندان فراخوندند به خاطر آنچه که اعلام کرد و شما نیز شنیدید. مریم شامغانی دختر همه ایرانیانی است که خواستار ایرانی آباد هستند، ایرانی سرفراز و بهرمند از مواهب و دارایی‌های خود، هم از بلوچ و کرد و اصفهانی و کرمانی و خراسانی و خوزستانی و همه مردمان ایران. همچنان که همایون پرهیزکار و علی خردگرای عزیز و همچنان که نکتا اسفندانی و پویا بختیاری و بسیاری بسیاری دیگر از جوانان، میشنویم گوشه از آنچه که علی خردگرا گفت و ادامه خواهیم داد گفتگوی خود رو با آقای منوچهر بختیاری و پرسش‌های دیگر. آقای خامنه‌ای، تو اگر دغدغه‌ات مردم شام و یمن است، من دلم پیش غریبی است که نامش وطن است. گندمی را که تو از سفره ما می‌بخشی، سهم نانی است که در سفره امثال من است. دست بخشندگیت قسمت ما نیست، ولی تا به ما میرسی افسوس که دستت بزن است. هر کجا حق کسی خورده شود غمگینی، تا دم از حق بزنم مشت نثار دهن است. باغ همسایه به تدبیر شما آباد است، باغ بی حاصل ما لانه زاغ و زغ است. دیگران لایق آزادی محضند، ولی خواب آزادگی ما ختم به کابوس ون است. بین گفتار عمل بس که تناقض داری، نقلتان بابترین صحبت هر انجمن است. شاعر، این قصه چنان دور دراز است که بحث خارج از حوصله شعر و مجال و سخن.
آقای بختیاری عزیز، اونچه که در آمریکا گذشت، کشته شدن جورج فلوید آمریکایی سیاه‌پوست در مینوسوتا توسط یک پلیس، که داستان‌های زیادی بیرون اومده درباره روابط قبلی که داشتن با همدیگه، حالا تایید شده یا نشده بحثی است. اما اعتراضات گسترده حتی در اطراف کاخ سفید در تمام شهرهای آمریکا، عدالت خواهی، اجرای عدالت و این وسط هم ادعای خوب سوء استفاده، غارت مغازه ها و این مسائل هم بوده. اما در تمام این تظاهرات، در تمام این با آتش کشیدن ها، در تمام این شعارهای علیه ترامپ یا مقامات یا مسئولان دیگه، هر چی که بوده، یک گلوله به سوی کسی شلیک نشد. و بعد همین حکومتی که فرزند شما رو کشت و بقیه رو، و رئیس دستگاه قضاییش که بیش از 3000 نفر رو دست کم به قتل رسونده با دیگران، سینه به تنور چسبوندن و خود آقای خامنه ای اشک تمساح ریختن برای جورج فلوید، که ببینید آمریکا چقدر جنایت میشه و بقیه موضوع. آمریکا هر اشکالی داشته و داره، خود رسانه های آمریکایی بیشتر و بیشتر از هر کسی گفته و میگن. تفسیر شما رو میشتم، این رو چطور شما باش برخورد میکنین؟ صحبت های رئیسی رو، مسئولان جمهوری اسلامی رو، با اون چی که در آمریکا اتفاق افتاده روی داده. خدمت رو عرض کنم که قیاس اختشاشات مردم آمریکا با خیزش آبان ماه 98 یک دروغ بزرگ است. آقای رئیسی و سران جمهوری اسلامی دم از پایمال شدن حقوق اولیه انسان‌ها زدن می‌زنن که در آمریکا حقوق مردم آمریکا پایمال شده. من از آقای رئیسی و آقای خامنه‌ای و سران نظام جمهوری اسلامی می‌خوام، شما که پسر منو، فرزند منو، مغز شما تلاشی کردی، آیا حقوق منو پایمال نکردید؟ آیا جوانانی که در آبان ماه 98 در ایران به دستور شما، عوامل شما به قتل رسوندن، حقوقشون پایمال نشده؟ آیا جوانانی که در طول 41 سال ظلم و ستم شما مغزشون متلاشی شده، قلبهاشون سوراخ شده، آیا حقوقشون پایمال نشده؟ آیا شما دادگاهی تشکیل دادید تا اون کسی که دستور داده، اون کسی که شلیک کرده، آیا دادگاهی بوده تا مجازات بشن آمرین و قاتلین؟ شما فقط با شعار دادن پایمال شدن حقوق مردم آمریکا، قصد منحرف کردن ملت ایران رو دارید. فقط میخواید مردم ایران رو منحرف کنید که در ایران اتفاقی نیفتاده. شما در طول 41 سال ظلم کردید. سال 67 30,000 نفر رو خدمت عرض کنم اعدام کردید. سال 96 چند هزار نفر رو کشتید. سال 98 5,000 نفر رو کشتید. هواپیمایی که خدمت عرض کنم که مسافر نشسته توش، با دو تا شلیک موشک 176 نفر رو کشتید. آیا حقوق اینا حقوق ندارن؟ حقوقشون پایمال نشد؟ شلیک زدید به ناقشه کنارک، آیا خانوادهشون حقوق ندارن؟ حقوقشون رو شما پایمال نکردید؟ پولبری که رفته جنسی از خارج از کشور بیاره تا زندگیشه بتونه اداره بکنه، خدمت رو عرض کنم که شما با گلوله سینه‌ش رو سوراخ کردید، آیا خانواده ایشون حقوق نداره؟ آیا ایشون حقوق نداره؟ شما حقوق دنبال پایمال شدن حقوق جورج فلوید آمریکایی هستید. البته ایشون هم حق داشته، ولی خدمت رو عرض کنم حقوق داره. ولی خدمت رو عرض کنم شما اول به فکر ملت خودتون باشید، به فکر مردم ایران باشید. حقوق ملت ایران رو کلن در عرض 41 سال شما از بین بردید، پایمال کردید. ده.
اینی آیا واقعا این حکومت میتونه به فکر مردم ایران باشه؟ حکومتی که برنامه‌اش از روز نخست چیز دیگری بود تا به امروز. و اینا آیه چالنگی اصلا فکر مردم ایران نیستن. اینها اصلا من اون ابتدا دفعه اولی که با شما صحبت کردم عرض کردم اینا ایرانی نیستن. اینا خون ایرانی در رگشون نیست. چون ایرانی که ایرانی نمیکشه، دستور نمیده که نیروی نظامی ایران بیاد خدمت از خون برادر خودش تو خیابون بکشه. اینا ایرانی نیستن. اینا فقط فکر فلسطین هستن، فکر حزب الله هستن. اینا فکر ایران نیستن. اینا منافع ما رو خرج خدمت از خونم که گروه های تروریستیشون تو خارج از کشور میکنن. اینا فکر مردم ایران نیستن. یعنی میشه گفتش که کردار و رفتار و عمل کرده اینها ایرانی نیست، وگرنه خب به هر حال جنبه استعاره داره. یعنی شما اشاره شما به در واقع این هستش که اعمال و کردار اینها واقعا خلاف مساله ایران و مردمان ایران. آقای خامنه‌ای تو همین روز قدس که من روز صلح نامیدمش، خدمت از هم وعده اعلام کرد که ما فقط حکم جهاد میدیم که مردم بر علیه اسرائیل قیام بکنن. اینا ایرانی نیستن. اینا فقط فکر مردم فلسطین هستن. البته مردم فلسطین هم نه، یه گروهی که تو فلسطین داره فکر اونا هستن، فکر آدم کشی هستن. حمایت از در حال در جهت مساله و منافعی که هست که این وسط هم پولهای بسیاری رد و بدل میشه و حرف و میل میشه، وگرنه خود فلسطینی ها که به هر حال حقوق از اونها هم مورد تجاوز قرار گرفته، همونطور که در میون فلسطینی ها هم اقدامات تروریستی برخی از گروه ها انجام دادن علیه اسرائیل و این مسئله مزمن به هر حال امیدوارم روزی پایان بپذیره. ولی رهبری خود فلسطینی ها بارها گفته که ما از جمهوری اسلامی انتظار خیر نداریم، شر مرسانه، و خود فلسطینی ها اکثرا مشکلی با صلح با اسرائیل ندارن و آرامش به هر حال و تامین حقوقشون از راه های مذاکره، ولی خب جمهوری اسلامی چنین هست. و برگردیم به همین دایره ای که اشاره کردید، دایره همبستگی که اشاره کردید، دایره ای که به وسعت ایران هست، میتونه به وسعت ایران این همبستگی باشه. ما میبینیم از جریانات دیگری هم ابراز همبستگی شده، از جمله امضا کنندگان بیانیه 14 نفره. اخیراً دیدیم خانم فاطمه سپهری بیانیه رو منتشر کردن، بانوی ارجمندی که از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره بود، بانوی با اعتقادات مذهبی، همسرش کشته شده، برادرش کشته شده در جنگ، ولی توسط این حکومت همچنان به زندان فرستاده شده. سخن خانم سپهری رو میشنویم و بازخواهیم. نان گرامی درود. من فاطمه سپهری، یکی از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای و گذار از رژیم جمهوری اسلامی به حکومتی سکولار دموکرات بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر، ضمن گرامی داشت یاد همه جانباختگان راه آزادی، با درخواست آقای منوچهر بختیاری همراه می شویم و ضمن محکومیت بی حرمتی به مزار پویا بختیاری و بازداشت آقای علیرضا غلامپور، پرچم شیر خورشید را تنها نماد یک پارچگی ایران می دانم. نزدیک به 4 دهه حاکمان جمهوری اسلامی تلاش کردند تا ایدئولوژی به ظاهر اسلامی خود را جایگزین فرهنگ و ادب و رسوم ایرانی کنند و با هر نمادی که نشان دهنده ایران بود به مخالفت برخاستند و در حذف آن کوشیدند. اما نه تنها در این زمینه دستاوردی نداشتند، بلکه باعث فاصله گرفتن و یا تنفر بسیاری از مردم ایران از ایدئولوژی مذهبی رژیم شده. سعدی به خوبی این دشمنی را به نظم در آورده است: ز سایه علم شیر پیکرش نه عجب
که لرزه بر تن شیران فتد چو شیر علم. اگر دو دیده دشمن نمیتواند دید، که دوستان همه شادن، گو بمیر از غم. به نظر میرسد آقای بختیاری عزیز پیام خانم سپهری هرشمند رو شنید. به نظر میرسه که این همبستگی همونطور که اشاره کردید فارغ از عقاید، راه روش و منش سیاسی عملا در حال شکل گرفتنه. حتی نداهای از درون زندان ها هم شنیده شده. 100% جواب چلنگی، پرچم شیر و خورشید ایران نماد ملی، میهنی، همبستگی و اتحاده. همه گروه ها، همه اقوام، یعنی این پرچم، پرچم اقوام ایرانیه. در طول تاریخ جمهوری اسلامی اون ابتدای انقلاب وقتی اومدن این پرچم رو چرا کنار گذاشتن؟ چون میخواستن که اون همبستگی و اتحاد بین اقوام ایرانی نباشه. اقوام ایرانی هویت خودشون رو گم بکنن، تاریخ خودشون رو گم بکنن، فرهنگ خودشون رو فراموش بکنن، هویت خودشون رو فراموش کنن. به خاطر همین اومدن یه پرچمی از خودشون ساختن، از جای دیگه آوردن ساختن، خدمت از خودم جایگزین پرچم شیر و خورشید ایران کردن. پرچم شیر و خورشید ایران امروز نماد در طول تاریخ، نماد ملی، میهنی، همبستگی و اتحاد همه اقوام ایرانی بود. مردم عزیز، هموطنان عزیز، به هر طریقی که میتونن این پرچم برافراشته بکنن. این پرچم نباید فراموش بشه، باید بر سراسر گیتی، بر سراسر ایران به اهتزاز در بیاد. دادخواهی ملت ایران هم هست، پرچم دادخواهی ملت ایرانه، پرچمی که 41 سال بهش ظلم شده، پرچم دادخواهیه. آقای بختیاری عزیز، این پرسشو به نفع دیگه من داشتم از شما و باز ایام گذشته در شرایط کنونی باز این پرسشو من دارم که انتظار شما از هموطنانتون در خارج چه هست؟ بازتاب دهنده صدای شما باشن، صدای این دادخواهی باشن و همینطور از دولت‌های خارجی که مدعی حمایت از حقوق بشر هستن یا که می‌بینیم به هر حال دولت آمریکا بارها حتی به طور مشخص اشاره کرده به پویا بختیاری و کشته شدگان عزیز دیگر در آبان ما. انتظار شما چه هست؟ چشم‌اندازی که می‌بینید از این همراهی‌ها چه هست؟ انتظار ما از افرادی که در خارج از کشور هستن، نزدیک 8 میلیون ایرانی در خارج از کشور هستن، بشن فریاد ما، فریاد ما رو به گوش جهانیان برسونن، به مجامع بین‌المللی برسونن که فرزندان ما رو رژیم جمهوری اسلامی به قتل رسونده، در عرض 41 سال ظلم کرده، این ظلمی که بر مردم ایران شده به گوش شه همه برسونن، اختلافات کنار بذارن، همشون از چپ و راست، خدمت از کن، مجاهد، فدایی، کمونیست، با خدا، بی خدا، سلطنت طلب، جمهوری خواه، همه بیان تحت پوشش همین پرچم، همین پرچم شیر و خورشید سرنگ ایران، خدمت رو عرض کنم که همبستگی داشته باشن، اتحاد داشته باشن و بشن بلنگوی ملت ایران و برای دادخواهی ملت ایران، اون بلنگوی دادخواهی ملت ایران باشن. شنیدید هموطنان گرامی، امیدوارم در خارج از کشور نیز سخن و دعوت آقای منوچهر بختیاری رو هموطنان عزیز در خارج از ایران نیز بشنوند. اونچه که به عنوان همبستگی ملی فارغ از عقاید و افکار و راه روش های سیاسی مطرح شد، گام نخست برای رسیدن به آینده بهتر، آنگونه که آقای بختیاری مطرح کردند و پیشنهاد کردن. سپاس بسیار داریم از شما آقای منوچهر بختیاری و آدرس و نشونی ایشون رو برای پیوستن به جنبش دادخواهی میبینید روی صفحه تلویزیون.
از این طریق میتونید در هر کجا که هستید بپیوندید به جنبش دادخواهی، دادخواهی همه ایرانیانی که در این 41 ساله کشته شدن، مورد ظلم قرار گرفتن، دادخواهی برای ظلمی که به ایران رفته و نمادهای ایرانی نیست حتی. سپاسی دوباره از شما آقای بختیار. من هم تشکر میکنم از شما و از ملت عزیزمون، میخوام که به این کمپین دادخواهی بپیوندن، چون راه نجات ما دادخواهی ملت. با سپاسی دوباره و به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر، و امیدوار هستیم در ادامه راه ایران به جایی برسه، در ادامه روز و روزگار به همت فرزندان خودش به جایی برسه که در اون نه کسی به خاطر عقاید و افکار و راه و روش و منش سیاسیش به زندان فرستاده بشه و نه کسی به خاطر اعتراضات و تظاهرات مسالمت‌آمیز در خیابان‌ها مثل آبان ماه سال گذشته هدف گلوله قرار بگیره. امید به چنین روزی که رسانه‌ها فارغ از هر گونه قید و بند، آزادانه و در چارچوب قوانینی که در جهت مسائل ملی تدوین شده بلندگو و تیبون مردمان باشند و نه کارگزاران حکومت‌های مستبد و منویات ضد ملی و ضد انسانی آنها. با امید به چنین روزی به پایان برنامه میرسیم. این برنامه رو من تقدیم میکنم به همه جوانان ایرانی، آنها که در راه ایرانی آباد و آزاد جان باختند، نیکیتا اسفندانی، کعبی‌های عزیز در خوزستان، پویا بختیاری و هزاران جوان جان باخته دیگر، و نیز جوانان ارجمندی که در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند به خاطر خواست ارجمند اونها برای ایرانی آزاد و آباد، مانند علی خردگرای عزیز، تقدیم به همه اونها. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنادرا کلوند کو، زاگرس تفتان، بینالود و درفک و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.